سلام سلام، با آشپزخانه زهره خوش اومدین. امروز میخوام یه لوبیا پلو خوشمزه درست کنم. برای پخت این لوبیا پلو برنج رو از روز قبل خیس نمی‌کنم. بعد از 2 الی 3 بار شستشوی برنج قابلمه رو پر آب میکنیم و 2 قاشق غذاخوری نمک هم بهش اضافه میکنیم و میذاریم روی گاز تا به جوش بیاد. دو عدد پیاز داشتیم، 2 عدد پیاز رو هم خلالی خرد میکنیم. به پیازا کمی نمک میزنیم و با 1/2 فنجان روغن پیازا رو کمی تفت میدیم. کفای تشکیل شده روی برنجا رو با کفگیر میگیریم. 400 گرم گوشت چرخ کرده داشتیم، به پیازامون اضافه میکنیم و میذاریم کمی با پیاز تفت بخوره. بعد از اینکه کمی گوشتا تفت خورد، 1 قاشق چای خالی زردچوبه به گوشتا اضافه میکنیم. برای اینکه رنگ برنج لوبیا پلومون هم زرد بشه، یکم زردچوبه به برنجمون هم اضافه میکنیم تا خوش رنگ تر بشه. یک لیوان آب سرد به برنجامون اضافه میکنیم تا برنجا بهتر قلم بکشن، به اصطلاح بهشون شوک وارد بشه. بعد از اینکه یکم جوش خورد، برنجا رو امتحان میکنیم. اگه دونه های برنج بین 2 انگشت نرم بود، اونو آب کش میکنیم. اینجا گوشتای ما هم تقریبا تفت خورده، بهش 1 قاشق چای خوری فلفل سیاه و 1 قاشق چای خوری پودر پاپریکا به گوشتامون اضافه میکنیم. اگه خواستین میتونین 1 قاشق چای خوری دارچین هم اضافه کنین. حدود 2 پیمانه لوبیا سبز رو هم به گوشتامون اضافه میکنیم و با گوشتامون رو تفت میدیم. 2 تا گوجه فرنگی رو کاملا رندش میکنیم. اون گوجه فرنگی رنده شده رو به مایه‌مون اضافه میکنیم. مواد رو با هم دیگه کمی مخلوط میکنیم تا کمی تفت بخوره. 2 قاشق غذاخوری رو به گوجه هم به موادمون اضافه میکنیم. همه مواد رو به خوبی با هم مخلوط میکنیم و تفت میدیم. اگه دوست داشتین میتونین 1 قاشق چای خوری دیگه هم زردچوبه به لوبیا پلومون اضافه کنیم که لوبیا پلو خوش رنگ تر بشه. 1 عدد سیب زمینی رو به صورت حلقه‌ای برش میدیم. ته قابلمه 3 قاشق غذاخوری روغن میریزیم و همچنین کمی زردچوبه بهش اضافه میکنیم، کمی آب بهش اضافه میکنیم و میذاریم با هم دیگه یه جوشی بخوره. بعد از اینکه جوش خورد، سیب زمینی های حلقه شده رو ته قابلمه میچینیم. این جوش اومدن آب و زردچوبه و روغن برای خوشرنگ شدن تریگامون انجام میده. بعد سیب زمینی ها رو کمی پشت رو میکنیم یا مواد رو تمام سطح سیب زمینی پخش میکنیم. 2 کفگیر برنج میریزیم، 1 کفگیر مایه لوبیا پلو میریزیم و همینطور لایه به لایه برنج و مایه لوبیا پلو رو اضافه میکنیم تا کل برنج و مایه لوبیا پلو تمام بشه.
بعد از اتمام همه برنجا و مایه لوبیا پلو حدود نصف استکان آب به برنجمون اضافه میکنیم و همچنین با تای کفگیر چند تا سوراخ داخل برنج ایجاد میکنیم که برنج ما بهتر دم بکشه و میذاریم برنج ما برای مدت 2 ساعت با حرارت کم کاملا پخته بشه و دم بکشه. لوبیا پلوی ما آماده شد. امیدوارم که از این طرز تهیه غذا خوشتون اومده باشه. خدا حافظ شما.